اصل توبه این هست که انسان گناهکار از گذشته خودش پشیمان بشود اساس و اصل توبه همین پشیمانی است به گونه ای که برخی از علما میگویند که ان و توبتون پشیمانی خودش یک توبه است اما اگر بخواهیم که توبه خالصانه و نسوی بکنیم توبه خالصانه سه شرط دارد اول این که انسان از گذشته خودش پشیمان و شرمنده بشود شرط دومش این است که عملا گناه را ترک بکند از گناه دست بکشد و شرط سومش این است که تصمیم قطعی بگیرد و عزمش را جزم بکند که من از این به بعد سراغ این گناه نمیروم و شرط چهارمش این است که اگر حق مردم را حق و ناس را زایه کرده حق و ناس را به صاحبانش برگرداند یا از آنها حلالیت طلب بکند بعد از توبه مشروع است که انسان یک کاری انجام بدهد که گذشتهش را جبران بکند نمازی بخواند، ای ب... بدهد، تلاوت قرآن و ختمی انجام بدهد هر کار خیری که در توانش هست انجام بدهد یکی از موارد در این زمینه نماز توبه است که بعد از این که انسان توبه کرد دو رکعت نماز بخواند با همون شرایطی که عرض کردم دو رکعت نماز بخواند و این مطلب در سنن ابو داود آمده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی روایت کرده که میگوید من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودند ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطهور هیچ انسان گناهکاری نیست که بعد از گناهش توبه بکند و خوب وضو بگیرد فيحسن الطهور وَوُزُوِيَ كامل وخوبي بيجرد ثم يقوم فيصلي ركعتين بعد ذن بلند بشواد ودركة النماز بخاند ثم يستغفر الله إلا غفر الله له إلا غفر له وبعد از این نماز خان طلب استغفار بكوند از الله متعال یعنی طلب مغفرت بکند استغفار بکند پروردگار را گناه مرا ببخش من اشتباه کردم گناهی را انجام دادم پروردگار را مرا ببخش الا غفر لهو مگر اینکه الله متعال او را می بخشد یعنی با این کار الله متعال این شخص را می بخشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این روایت را و این فرموده را فرمودند بعد از آن این آیه را تلاوت کردند که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون درباره عباد الله هست این آیه عباد الله و بندگان خاص الله آن کسانی هستند که وقتی که فاحشه ای را گناهی را انجام میدهند یا با معصیت و خطایی برخیشتن ستم میکنند ذکر الله به یاد الله متعال میفتند به رحمت الله میفتند به یاد عذاب الله متعال میفتند و استغفار میکنند فاستغفروا لذنوبهم و برای گناهان خودشون طلب مغفرت و آمرزش میکنند زیرا که میدانند و من یغفر الذنوب الا الله که کسی دیگر غیر از الله متعال گناهان را نمی بخشد و این انسانهای خداشناس و عباد الله ولم یصر رو علی ما فعلو و هم یعلمون دیده و دانسته بر گناه و معصیت اصرار نمی ورزند گناهانشان را تکرار نمی کنند مداومت بر گناه ندارند شما هم وقتی که خطایی از شما سرزد خاصی توبه بکنید حتما درکت نماز بخوانید این درکت نماز دو رکعت نماز عادی هست هر زمانی که خواندید مشکلی نیست دو رکعت مانند نماز صبح که میخوانید یعنی در هر رکت هم سوره حمد را بخوانید و بعد از آن هر سوره ای را که بلد بودید ولو اینکه سوره اخلاص را بلد بودید در هر دو رکعت بخوانید نماز توبه شما قبول هست و ان توبه شما صادقانه و خالصانه خواهد بود سعی بکنید که بر توبه خودتان ان شاء الله باقی بمانید